روز جمعه استانبول ترکیه بار دیگر شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین مخالفان دولت و نیروهای پلیس ترکیه بود که در جریان آن یک تن از معترضان کشته شد. در این درگیری‌ها که در محله اکمیدانی روی داد، دست کم 10 نفر از جمله 7 مأمور پلیس زخمی شدند. در نزدیکی این محل چند هزار نفر برای شرکت در مراسم تشییع جوان 30 ساله‌ای که در درگیری‌های روز گذشته جان باخت شرکت کردند. او رهگذری بود که اشتباهاً هدف گلوله‌های پلیس قرار گرفت. با این حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پارلمان این کشور از عملکرد پلیس دفاع کرد و گفت برخی فکر می‌کنند که این حملات تنها متوجه دوستان من، دولت، حزب سیاسی ما و علیه مردمی است که به ما رأی دادند، اما اینطور نیست. این حملات علیه همه مردم این کشور انجام می شود، علیه آزادی، باورها و آینده مردم این کشور. این خشونت‌ها دقیقاً 1 سال پس از اعتراضات گسترده به طرح بازسازی پارک گزی استانبول رخ می دهد. حادثه هفته گذشته در معدن سوما در غرب کشور هم بار دیگر خشم مردم علیه مقامات ترکیه را برانگیخت.